با ما همراه باشید با ایران آزادی. کمبود انسولین قلمی جان بیماران دیابتی را تهدید می کند. سراب انسولین داخلی و جانهایی که از دست می رود. در حکومت ایران انسولین قلمی همچنان کمیاب است و به رغم تولید آن در کشور از سالها پیش، مقامات ملایان علت این کمبود را بدعهدی شرکت خارجی نومیکس اعلام کردند. در شهریور 4 سال پیش مقامات وزارت بهداشت با راه اندازی خط تولید انسولین قلمی قول دادند که علاوه بر تامین نیاز داخلی، مازاد تولید نیز صادر خواهد شد. بر اساس گزارش انجمن اطلاع رسانی دیابت، حدود 7 میلیون و 500,000 نفر در حکومت ایران به دیابت مبتلا هستند و حدود 760,000 بیمار دیابتی نیز تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند. با توجه به شیوع دیابت نوع 1 تخمین زده می شود که در حکومت ایران بین 350,000 تا 700,000 نفر به این بیماری مبتلا باشند. انسولین برای کنترل این بیماری یک داروی ضروری و حیاتی به شمار می رود. این برای اولین بار نیست که کمبود این دارو در حکومت ایران خبرساز می شود. در 30 تیر 1403، شکور امیدی، رئیس انجمن حمایت از بیماران دیابتی حکومت ایران، درباره این مشکل گفت: یک شرکت داخلی واردات انسولین را بر عهده داشت، اما اخیراً این شرکت کنار رفته است. نوع قلمی به شدت کمیاب است، در حالی که نوع تزریقی موجود است. تقاضای بالا برای نوع قلمی آن باعث کمبود آن شده است. در همان زمان غلام حسین صادقیان، مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، اعلام کرد که ماهانه 800,000 قلم انسولین قلمی نومیکس در حکومت ایران مصرف می شود. وی توضیح داد که بخش عمده ای از نوع قلمی مصرفی تحت لیسانس یکی از برندهای معتبر جهانی در داخل کشور تولید می شود. مصرف ماهانه 800,000 قلم انسولین خارجی با 760,000 بیمار دیابتی که تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند در ارتباط است. صادرات یا کمبود، کدام را باور کنیم؟ در خرداد ماه 1403 محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت، با انتقاد از تجویز بیش از حد این دارو در سال 1402 اظهار داشت: این دارو پرهزینه ترین داروی کشور در سال گذشته بوده است و میزان تجویز آن بیش از 30 تا 40% از نیاز بیماران دیابتی بیشتر است. بازار داروی بیماران دیابتی بازاری پرسود است. با این حال نام شرکت‌های وارد کننده انسولین به طور مشخص در مصاحبه‌ها اعلام نشده است. در سالهای اخیر تلاش‌هایی برای تولید داخلی انواع داروهای مصرفی بیماران دیابتی انجام شده است و اشاره‌هایی به نام تولید کنندگان این حوزه نیز صورت گرفته است. در شهریور ماه 1402 خبرگزاری برنا در گزارشی با عنوان باز هم تحریم کنندگان را به زانو درآوردیم اعلام کرد که شرکت ویتان فارمد با سرمایه‌گذاری 100 میلیون دلاری خارجی موفق به تولید این دارو از مرحله سلول و ماده مؤثره در داخل حکومت ایران و خاورمیانه شد. محصول نهایی این شرکت پس از انجام تست‌های تکمیلی و دریافت تاییدیه‌های سازمان غذا و دارو در نیمه اول سال 1403 به بازار عرضه خواهد شد. هلدینگ مادر این شرکت گروه دارویی گلرنگ وابسته به گروه صنعتی گلرنگ و متعلق به خانواده فضلی است. شرکت نوو نوردیسک پارس نیز از تیر ماه 1389 در حکومت ایران تأسیس شده است. در آن زمان کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، اعلام کرد که این مجموعه در مراحل اولیه خود می‌تواند بیش از 30% انسولین قلمی مورد نیاز در حکومت ایران را تولید کند و برنامه ریزی برای تأمین انواع انسولین قلمی برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز در دستور کار قرار دارد. با این وجود در شهریور 1403، 4 سال پس از وعده تأمین نیاز داخلی و حتی صادرات به خاورمیانه و شمال آفریقا، انسولین قلمی در حکومت ایران نایاب شده است
و مقامات دولتی علت آن را بدعهدی شرکت خارجی می دانند. فروش انسولین در بازار سیاه و بخت سیاه خانواده ها کمبود انسولین در ایران به یکی از چالش های جدی برای بیماران دیابتی تبدیل شده است. این دارو یکی از مهمترین داروها برای کنترل دیابت نوع 1 و برخی از موارد دیابت نوع 2 است و نبود یا کمبود آن به طور مستقیم سلامت بیماران را به خطر می اندازد. در سالهای اخیر تحریم‌های اقتصادی و مشکلات در واردات دارو باعث کمبود برخی داروهای حیاتی از جمله انسولین شده است. این کمبود به چند دلیل رخ داده است. فقدان تبادلات بانکی به ویژه در حوزه‌های بانکی و تجاری روند واردات دارو و مواد اولیه دارویی را با مشکل مواجه کرده است. این مشکلات به کاهش دسترسی به این داروی وارداتی منجر شده است. با وجود تلاش‌هایی برای تولید داخلی انسولین، نیاز کشور همچنان بیشتر از توان تولید داخلی است. در نتیجه، کمبودهایی در تامین این دارو مشاهده می‌شود. با افزایش کمبود انسولین در بازار رسمی، برخی افراد به قاچاق این دارو روی آورده‌اند. داروهای قاچاق که از راه‌های غیرقانونی وارد می‌شوند، نه تنها قیمت‌های بسیار بالاتری دارند، بلکه ممکن است از کیفیت مناسبی برخوردار نباشند. این انسولین‌ها اغلب در بازار سیاه به قیمتی بسیار گزاف به فروش می‌رسند که دسترسی بیماران به آن را محدودتر می‌کند. مافیای دارو و احتکار و سوء استفاده از کمبود دارو. احتکار و سوء استفاده. برخی افراد نیز از وضعیت بحرانی سوء استفاده کرده و با احتکار انسولین قیمت آن را در بازار سیاه افزایش دادند. این شرایط فشار مضاعفی را بر بیماران دیابتی و خانواده‌های آنها وارد کرده است. بیماران مجبور به خرید آن با قیمت بالا در بازار سیاه شده‌اند که به افزایش هزینه‌های درمان آنها منجر شده است. استفاده از انسولین‌های قاچاق یا بی‌کیفیت ممکن است برای بیماران خطر جدی به همراه داشته باشد، زیرا عدم تطابق در دوز یا ترکیبات آنها می‌تواند عوارض جبران ناپذیری ایجاد کند.